سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به یه ویدیو جدید از کانال تهران تراولر خیلی خوش اومدید. توی ویدیو امروز قراره با همدیگه بریم یکی از جذابترین بازارهای تهران، یعنی بازار تجریش رو بگردیم. پس حتما تا انتهای این ویدیو با من همراه باشین. مطمئنم که کلی لذت میبرید از این ویدیو. همین ابتدای ویدیو ازتون میخوام که اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین حتما این کارو بکنید و زنگوله هم فعال بکنید که ویدیوهای جدید کانال براتون سریع‌تر نمایش داده بشه. بازار تجریش یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین بازارهای تهرانه که طرفدارهای خیلی زیادی داره. مطمئنم که خیلی از شما حداقل یک بار بازار تجریش اومدین و حال و هواشو تجربه کردین. حال و هوای بازار تجریش رو واقعا نمیشه توی ویدیو به نمایش گذاشت. خیلی حس خوبی داره. یعنی اینجا یه جوریه که زندگی واقعا جریان داره. پر از رنگ، حالا میوه ها و چیزای دیگه. کلا اینجا حس خیلی خوبی به آدم میده. این شکلیه که شما حتی اگه قصد خرید کردن هم نداشته باشید، دلتون میخواد واقعا برید تو این بازار، فقط بچرخید و لذت ببرید از این ترکیب رنگایی که توی بازار هست و حالتون رو این شکلی خوب بکنید. این قسمتی که ما الان داریم میچرخیم بخش حالا میوه و تره بار بازار تجریش هستش که توی قسمت تکه بزرگ قرار داره و میشه گفت که قشنگترین بخش بازاره. اما خب بازار تجریش فقط یه تیکه نیستش. بازار تجریش از میشه گفت میدون قدس تا میدون تجریش ادامه داره توی این محدوده و به غیر از این بازار میوه و ترباری که با هم دیگه دیدیم، شما هر چیز دیگه که فکرشو بکنید، از پوشاک، کیف و کفش گرفته، زیورالات، ظروف، هر چیزی که فکرشو بکنید تا حالا انواع خوراکی ها و میوه و هر چیزی که فکر بکنید و توی این بازار شما میتونید پیدا بکنید. به اصطلاح میگن که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد توی بازار تجریش پیدا میشه واقعا. خب همونطور که بهتون گفتم، بازار تجریش یکی از بازارهای قدیمی تهران محسوب میشه و حالا توی محله قدیمی شمرون هم قرار داره. در مورد اینکه قدمت بازار تجریش، مخصوصا حالا اون قسمت بازار سرپوشیدش دقیقا چقدر هستش، گمانه‌زنی های مختلفی وجود داره. حداقلش 70 ساله که گفته میشه کسبه اینجا میگن، ولی خب بعضیا میگن 150 سال قدمت داره بازار سرپوشیده تجریش و حتی بعضیا بیشتر از اون رو هم میگن. حالا اینکه دقیقا قدمتش چقدر نمیشه گفت، ولی خب چیزی که به قاطعیت میشه گفت اینه که تکه بزرگ تجریش که همون قسمت میوه و تربار هستش که با هم ابتدای ویدیو دیدیم، قدمتش به دوره قاجار برمیگرده و خب یه زمانی مراسمای حالا عزاداری و اینها توی اون قسمت برگزار میشده، خیلی باشکوه و میگن که قدمتش حداقل 220 سال هستش. پس ممکنه که حالا با توجه به قدمت این تکیه بازار تجریش حتی قدمت بیشتر از این چیزی که حالا گفتیم 150 سال هم داشته باشه. در مورد تکیه بزرگ تجریش یه نکته دیگه که بهتون بگم اینه که هنوز هم فکر میکنم روز تاسو عاشورا که بازار کلا تعطیل هستش، تکیه فرش گذاشته میشه و مراسم عزاداری توش برگزار میشه که حالا من خودم تا حالا از نزدیک ندیدم، ولی اگر حالا راه بدن خانم‌ها رو نمیدونم چه شکلیه، ولی
حتما دوست دارم یه بار از اونجا براتون ویدیو بگیرم و این مراسم های مذهبی رو هم ببینیم. فکر میکنم که به عنوان حالا یه بخش از تاریخ جالب باشه. ما از ورودی در واقع سمت مترو اومدیم با هم دیگه و مسیر بازار سرپوشیده رو اومدیم داخل که دیدیم بهتون نشون دادم بازار سنتی نوشته بود. توی این مسیر انواع مغازه‌های مختلف، حالا از لوازم الکترونیکی تا خوراکی و هر چیزی که فکرشو بکنید توی این مسیر هستش، که این مسیر میره به سمت همون تکیه بزرگ تجریش. در حالت کلی هم بخوام بهتون بگم، خب توی بازار تجریش قیمت‌ها مخصوصا حالا میوه و تره بال گرون‌تر از جاهای دیگه هستش، ولی خب از نظر کیفیتی کیفیت خوبی داره و خیلی حالا خریداشون رو از اینجا انجام میدن. خیلی هم خب میگن که گرونه و ترجیح میدن که صرفا برای لذت بردن از زیبایی بازار بیان اینجا. این چند تا مغازه هم که اینجا هست، سوهان و گز و چیزای این شکلی رو خودشون درست میکنن جلوتون و همینطوری میتونید با دستگاه همه چیش رو ببینید که چه شکلی درست میشه و داغ داغ میتونید ازشون بگیرین که هم خوشمزه است هم خیلی جالبه. بازار تجریش میشه گفت که تقریبا همیشه شلوغه و پر رفت آمد و مخصوصا که خب یه جای شهر قرار داره که مسیر رفت آمد خیلی ها هست و حالا خود میدون تجریش یا محله تجریش محله شلوغیه و به نسبت همون بازار تجریش هم همیشه میشه گفت شلوغ و پر رفت آمد. توی بازار تجریش کلن خوشبار و آجیل و ادویه هم خیلی زیاد میبینید و کیفیت خیلی خوبی هم دارن. Thank you.
اگه بیشتر از 5 6 نفر بودن خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو امروز با من همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، مخصوصا اگر ایران نیستید براتون تجدید خاطره شده باشه. ممنون میشم که حتما ویدیو رو لایک بکنید و اگر هم کانالمون رو سابسکرایب نکردین سابسکرایب بکنید و منتظر ویدیوهای جذاب دیگه از تهران و ایران با کانال تهران تراولر باشید. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. Go ahead.